دوستان کشتی امیدوارم حال دلتون عالی باشه. فینال وزن 70 کیلوگرم رقابت توی کشتی آزاد جام وهبی عمله در کشور ترکیه. کشتیگیر ما هم به سبک حسن یزدانی وارد تشک میشه. رقابتی که بین بشیر خانیوف از آذربایجان با دو بنده تیره اما با باند آبی در مقابل او علی رضایی از ایران با دو بنده و باند قرمز به رقابت میفته. در همون ابتدای کار سیدره اصلا رو میندازه به زیر کتفا در تلاشه به پشت حریف بره و حریف رو خواه کنه. مچه پرم در اختیار گرفته رضایی و شرط جوریه که رضایی کم کم میره که سواره بر کشی بشه و دو امتیاز رو به دست بیاره، اما کشیگیر آذربایجان همینجا فرار میکنه در بیرون از تشک، حریف رو خاک میکنه و دو امتیاز رو به دست میاره. یک شروع طوفانی از دلاور مرد مازندرانی کشتی ایران از شهر ساری، کسی که برنز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان رو داره. از معدود اوزانی هستش که ترک‌ها به فینال نیومدن و یک سرش ایران و یک سرش آذربایجان هستش. بشیر خانی و فضا آذربایجان اینجا یک لحظه باز هم نشست و زیرگیری سعی داره زیرگیری کنه، اما رضایی اجازه کار به اون نداده. دستار باز هم انداخته به زیر کتفا رضایی و در تلاش تا با استفاده از پیچ کمر بیرون راندن حریف و زیرگیری از حریف آذربایجانی خودش امتیاز به دست بیاره، اما کشتیگیر آذربایجان هم این مسئله رو میدونه و در مرکز تشک اجازه کار رو به کشتیگیر ما رضایی نداد. اینجا کشتیگیر آذربایجان حالا میره یک دست رفع پیچ کمر، ببینیم میتونه پیچ کمر رو به اجرا بذاره یا نه. بخوام میگم فن کمر رو سعیش به اجرا بذاره که اجازه کار به اون نداد و در بین راه او رو خاک میکنه. دو امتیاز حالا کشتیگیر آذربایجان بشیر خانیوف به دست میاره و حالا نچه دو بر دو مساوی میشه و چون امتیاز آخر رو کشتیگیر آذربایجان به دست آورده، او برنده این رقابت و این کشتی تا به اینجای کار هستش. اما وقت زیاد باقی مونده، رضایی نتونست فن کمر خودشو به زیبایی به اجرا بذاره و این مسئله باعث شد کشتیگیر آذربایجانی باز هم میره برای زیرگیری. کشتیگیر آذربایجانی زیره سرزیر بغل سرعتی رو به اجرا میذاره، مچ پال حالا در اختیار گرفته و سعی داره کم کم بر شرط مسلط بشه و بتونه از کشتیگیر ما امتیاز به دست بیاره، اما رضایی هم سر و گردن رو کاملا در اختیار گرفته و خیمه زده بر روی حریف و خوشبختانه میره که از این خطر رهایی پیدا کنه. بله حالا بلفظ او زیرگیری میکنه، یه زیر از مچ پا کشتیگیر آذربایجانی سعی داره مچ پای رضایی رو در اختیار، از اونجا به پل میزنه رضایی و دو امتیاز رو به دست میاره. بازم رضایی در اختیار داره حریف رو باید خاک کنه، اینجا بازم سعیش به پل بزنه رضایی ما رو. ببینیم خوشبختانه این بار امتیازی به اون ندادن، نتیجه حالا 4-2 میشه به نفع بشیر خانیوف در حالی که رضایی زیرگیری کرد از مچ پا، اما کشتیگیر بدلکار آذربایجان با بدلکاری رضایی رو به پل زد و او دو امتیاز رو به دست آورد. در سدیقی اول که تا الان کشتی خوب و پر افت و خیزی بوده و ولی خب کشتیگیر ما با دو امتیاز عقب هستش از کشتیگیر آذربایجان، ولی خب وقت زیادی باقی مونده، 3 دقیقه دست نخورده کاملا مونده و کشتیگیر ما میتونه از این کشتیگیر ترکی آذربایجان امتیاز به دست بیاره. اینجا هم تصاویر باز هم دچار مشکل شد که من از شما عذرخواهی میکنم، امیدوارم این نقص برطرف بشه که حالا کشتیگیران به نزد مربیان خودشون میرن و ببینیم در این وقت باقی مونده کشتیگیران چه کار خواهند کرد. این 30 ثانیه استراحت، نکات لازم مربیان به کشتیگیران میگن و پس از شنیدن صحبت‌های مربیان خودشون روانه تشک میشن و حالا 3 دقیقه دوم آغاز میشه و امیدواریم در این 3 دقیقه دوم کشتیگیر ما بتونه از حریف امتیاز به دست بیاره. یک لحظه کشتیگیر ما رفعی زیرگیری اما با خیمه کشتیگیر آذربایجان مواجه شد و نتیجه کماکان 4-2 به نفع بشیر خانیوف هستش. دستا رو میندازه به زیر کتفا در تلاش علی رضایی تا حریف رو به بیرون از تشک هدایت کنه، اینجا موفق میشه یک امتیاز رو به دست بیاره، یک امتیاز رو به دست بیاره. انفجاری کشتی گرفته مربیان
آذربایجان هم اعتراض میکنن و اونا میگن که اول کشتیگیر ایران به بیرون از تشک هدایت شده و بعد از اون بوده که کشتیگیر آذربایجان به بیرون تشک رفته و حالا بعد دو امتیاز خدا رو شکر به کشتیگیر ما دادن، دو امتیاز به کشتیگیر ما دادن، یعنی اعتقاد داشتن که خاک کرده و کشتیگیر آذربایجان هم اعتراض مربیان خودشو پس میفرسته و اعتراضی انجام نمیشه و با نتیجه 4-4 مساوی، اما چون امتیاز آخر کشتیگیر ما به دست آورده برنده این رقابت هستش علی رضایی و شما دارید کشتی رو نگاه میکنید. رفت فای زیرگیری یک لحظه کشتیگیر آذربایجان، اما رضایی هم اجازه کار رو به اون نداد، رضایی هم سعی داره بدلکاری کنه، باز هم نشست فای زیرگیری یه زیر از یه خم، حالا سعی داره بالا بیاره و حیفو خاک کنه، اما رضایی اجازه کار رو به اون نمیده. اینجا پای رضایی به بیرون از تشک رفت و یک امتیاز رو باید به کشتیگیر آذربایجان بشیر خانیوف بدن، نتیجه حالا 5-4 میشه و با یک امتیاز اختلاف عقب هستش رضایی و باید امتیازات عقب افتاده رو جبران کنه. باز هم نشست برای زیرگیری، اینجا هم خاک کرد متاسفانه باز هم رضایی ما رو خاک کرد و دو امتیاز رو به دست آورد کشتیگیر آذربایجان و به نتیجه 7-4 حالا پیش هستش و رضایی دیگه کارش یه قوله دشوار شده، ولی خب 1:21 به اتمام وقت این کشتی زمان باقی مونده و رضایی میتونه این 3 امتیاز رو جبران کنه. از ناحیه زانو احساس آسیب دیدگی میکنه و پزشک پای او رو معالجه میکنه و رضایی باید برای این 1:20 با تمام قوا به حریف یورش و حمله ببره و بتونه امتیازات عقب افتاده خودش رو جبران کنه. اما ببینیم رضایی چه کار خواهد کرد در تلاشه و سعی داره شاید تو ارزیابی کنه و بتونه در شرایط کش فرصت برای زیرگیری مهیا شد زیرگیری کنه، یه زیر از کشتیگیر آذربایجان و سعیده اینجا به پل میزنه، متاسفانه کشتیگیر ما رو به پل زد، حالا بلافاصله به پل میزنه و میبینه که بلافاصله فیتل بارانداز رو هم به اجرا میذاره. حالا 11-4 یک لحظه شرایط کاملا به هم خورد برای کشتیگیر ما، متاسفانه اختلاف خیلی بیشتر شد. من یک لحظه حواسم به تابلو بود و اجرای فن رو ندیدم، ولی خب 30 ثانیه به اتمام وقت باقی مونده و رضایی بانند چه 14-11 عقب هستش، یه زیر از رضایی از مچ پا حریف رو خاک میکنه یا نه، بعد دو امتیاز به رضایی دادن. ای کاش میتونست همونجا فیتیل فیج یا فیتیل بارانداز رو جفت و جور کنه و بلافاصله پشت سر هم به اجرای فن بپردازه که بتونه امتیازات عقب افتاده رو جبران کنه، اما بانند چه 11-6 همچنان پیش هستش کشتیگیر آذربایجان، 17 ثانیه به اتمام وقت باقی مونده. این رقابت فینال وزن 70 کیلوگرم هستش و رضایی با شکست در این کشتی به مدال نقره میرسه و به نظر میرسه اینجا به پشت حریف میره کشتیگیر آذربایجان، سعی داره رضایی رو خاک کنه، اما چون مچ پا در اختیار رضایی هستش و اینجا وقت به اتمام میرسه و کشتیگیر آذربایجان موفق میشه با شایستگی پیروز این میدان باشه و به مدال طلای رقابت های کشتی آزاد جام وحبی عمره در وزن 70 کیلوگرم دست پیدا کنه. رضایی هم کشتی خوبی رو گرفت و تمام تلاش خودش رو کرد، ولی خب متاسفانه نتونست از فصل این حریف بر بیاد.